راه‌های عملی برای حفظ قرآن. حفظ کردن قرآن فضل بزرگ و منزلت عالی دارد. کسی به آن درجه نمی رسد مگر آنی که الله بر او توفیق داده است. سعی کوشش کرده وقت را غنیمت دانسته است تا به این درجه میل پیدا کند که برای تنبلان و ناتوانان از این منزلت نصیب نیست. پس بدان که اگر شخص مؤمن قرآن را کاملا و یا جزئی از آن حفظ بکند به مرتبه بلند برداشته شود. پس نباید او از این مرتبه و درجه پایین شود. از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در وقت داخل شدن به بهشت به حافظ قرآن و آنی که به آن عمل کرده است گفته می شود: قرآن بخوان، بالا برو و با تدبر و با تجوید بخوان، چنانه که در دنیا با ترتیل می خواندی. در حقیقت منزلت تو در حد آخری آیت است که می خوانی. حدیث با روایت ابو داود و ترمذی. و به تو راه را بیان می کنم که حفظ قرآن برایت آسان می گردد. اول سعی کوشش و داشتن مصحف خاص برای خود. دوم اختیار وقت و مکان مناسب. سوم طهارت کردن پیش از حفظ قرآن و یا قرائت آن. چهارم خواندن یک صحیفه از قرآن که آن با تجوید باشد و پیش از آغاز حفظ همان صحیفه را چند مراتبه زیاد تکرار بکند و در آغاز حفظ ذهن خود را فارغ بکند و اولین آیت همان صحیفه را تا حفظ شدنش بخواند. پس به آیت دوم گذرد و اینچنین پیوستن بین آیت‌های کریمه و در یاد داشتن اول هر آیت و آخر آن و هم اول آیتی که بعد آن می آید با همین ترتیب تا به آخر رساندن حفظ این یک صحیفه از قرآن بخواند. بعد حفظ کردن باز آن را نه کمتر از 10 مراتبه تکرار بکند. پس در نمازهای فرضی و سنتها آن آیتهایی که امروز حفظ کرده بود بخواند و در آخر یک وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشنویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: حافظ قرآن مانند شتری بسته است. اگر به آن اهمیت داده و نگاه بکند آن در نزدش خواهد ماند و اگر نگاه نکرد از او خواهد رفت. حدیث با روایت امام بخاری. چه خیلی که معلوم است اگر شتر از دست صاحبش رها یابد آن را تنها بعد مشقت زیاد میتوان دوباره به دست آورد. پس حافظ قرآن نیز اگر همیشه تکرار نکند و از نظر نگذراند از او فراموش می شود و بازگرداندن آن مشقت بزرگی را طلب خواهد کرد.